درود بر همیهنان ارجمند و بینندگان و شنوندگان گرامی. شاهین نجات هستم و همراه شهرام آریان در برنامه دیگر سلسله گفتارهای روششناسی بازپسگیری ایران از اسلام و بازسازی جهان ایران شهری رو خدمتون ارائه میکنیم. ما به بخش چهارم رسیدیم. امیدوارم اگر که بخشای یک و دو سه رو نتونستید ببینید، از روی یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی شماره یک و دو سه رو ببینید و بعد بیایید اینجا و شماره چهار رو ببینید. اگر طریق ماهواره بیننده هستید، با چکیده خیلی خیلی کوتاهی که بهرام از نشست پیشی میگه، در حقیقت ادامه کار رو داریم با نشست چهارم. شهرام، به خاطر اینکه میخوایم آخر وقت زمان کم نیاریم، خواهش میکنم که گفتار رو آغاز کن و ما چشم. با درود به بینندگان گرامی، من یه راست میرم سراغ شیر سکرین. شاهین جان، اول باید شیر سکرین رو تو چیز آزاد کنی. بله، چی کنم؟ بفرمایید. اوکی، الان روش انجام پذیر دیده میشه؟ بله، بدون حاشیه سیاه، همه صفحه سفید. بله بله، بسیار. در ما به اونجا پیش از این که بخوایم به خود روش انجام پذیر بپردازیم، گفته بودیم برخی راستی ها، برخی کرت هستا رو باید آدم بپذیره وقتی که این راه بازسازی ایران رفته میشه. یکی این که از دیدگاه ساختاری و درونمایه هیچ سازشی میون اسلام و اون اندیشه ایران شهری یا جهان نگری ایران شهری نیست، از بنیادشون اینجوری کارش نمیشه کرد و این رو هم باید پذیرفت که دوباره از برای سرشت ایدئولوژیک و پدافندی اسلام با اون شبکه‌های مافیایی و دیگر ابزارهایی که درست میکنه، هم این فرایند دگرسازی و بازپسگیری بسیار پرهزینه خواهد بود. یعنی هم سرشتشون 100% با هم دشمنه و هم هزینه خیلی بالا خواهد بود. یه نکته کوچکی دیگه شاهین جان، اگه میشه اون پنجره‌ای رو که ما دیده میشیم بذار دست چپ چیز مونیتور، که خیلی اوقات این دست راست بالا باید دیده بشه. سپاس. بعد گفتیم که خب حالا بر بنیاد این ناسازگاری و این هزینه بسیار بالا، روش انجام پذیر کدام خواهد بود؟ البته قبل از همه اینا اون پرسش میاد که اصلا باید دگرسازی بشه؟ خب اون البته من چند بار عرض کردم گزینش خود مردم ایرانه که بیخوان همچنان اون گونه که اسلام اونا رو نگه داشته یک کشور جهان سومی بمونن، یا اینکه میخوان برگردن به اون حالات ایران کلاسیک که یکی از دو تا یا سه تا ابرقدرت مهتر جهان بوده. اونو دیگه مردم واسه خودشون تصمیم میگیرن. ولی این صحبت گفته شد که بدون این دگرسازی میسر نیست. و اینی هم که اینقدر سخته و این مشکلات داره، اونم گناه ما نیست، این تو سرشت خود داستان. یه گزینش با خود مردمه. روش انجام پذیر گفتیم برای این بازپسگیری و بازسازی چه خواهد بود. نخست از همه باید یه مانیفست ایران شهری نگاشته بشه که هواداران جهان نگری ایران شهری درست بدونن چی میخوان و اون چیزی که رو در روی جهان نگری اسلامی نهاده شده چیست. در مورد این کوتاه سخن گفتیم. دوم این که این مانیفست و آگاهی های بنیادی پیرامونی که اون بسته، اون سبد آگاهی ها رو تشکیل میدن که باید یک تن بدونه، که اولا بدونه ایران شهر چی بوده، اسلام چیه، ستیزشون چیه، چگونه باید دگرسازی بشه، بازسازی. این مجموعه، این سبد باید با آگه رسانی گسترده و ژرف به 70-80% مردم ترا رسانده بشه. 20% خب کلن بی علاقه هستن به این امور، مثلا گوش نمیدن زیادن، براشون فرق نمیکنه که چه اتفاقی داره میفته، ولی به 70-80% باید رسانده بشه. و بعد من عرض کردم دوباره در پایان گزینش با مردمه. یعنی اینکه اگر این آگه رسانی انجام شد،
و یک اکثریتی گفتن ما همینجوری تو همین سیستم اسلامی میخوایم بمونیم و والا پیشرفتم نکردیم، اونم دوباره مسئله خود مردمه. ولی اول باید سطح آگاه رسانی به اونجا برسه که اصلا 70-80% همه چی رو دیده باشن، شنیده باشن تو سطوح گوناگون، بعد اون موقع ببینیم اصلا چه دینامیکی پس از اون پدید میاد. در بخش سوم گفتیم که باید این نکته روشن بشه که دین اسلام یه دین کلاسیک نیست. یعنی حالا یک کس ممکنه بگه این یه بخش ویژه از اون آگاه رسانیه، یه بخشی از اون سبد کارکردهای آگاهیه که باید رسانده بشه به گونه ای. آره، ولی بس که این نکته مایه وره مهمه، من اینو به یه نکته برای خودش برکشیدم. یعنی تمام آگاه رسانی یک سوی، یک نکته دیگه که برای خودش خیلی مهمه اینه که آقا اصلا همه بدونه که این داستان اصلا دین نیست آخر سر از دیدگاه سیستماتیک، بلکه یک ایدولوژی، یک باورگرایی توتالیتره، هماکخواه، همه چی رو میخواد کنترل کنه، بگیره، خفه کنه، یکسان کنه. و در خصوص از همه چیز یه ایدولوژیه که بیشتر حتی نمود کنترل سیاسی جهان رو میخواد. بعد شبکه های مافیایی درست میکنه برای کنترل جامعه و در راستایی که داره این کار رو میکنه از مسائل دینی هم بهره برداری میکنه. یعنی توی سرشت شناسیش دین بودنش تو رده سوم چهارم میاد، رده یک و نه سوم چیزای دیگه هستن. نخواست این که میخواد همه چی رو کنترل کنه، ذهن انسان رو میخواد کاملا کنترل، جهان رو میخواد کنترل کنه، شبکه های مافیایی بسازه که در اون رانتخاری بزرگی انجام میشه به سود کسانی که در این شبکه مافیایی همکاری میکنه و در مقام مهتری هستن، و بعد اون پشمشتا ممکنه یه سری اندیشه دینی هم بیاد. این به نکته این باید بسیار آشکار بشه و از این راسته هم دشواری های ویژه این دین اسلام موقع برمیاد که دشواری هاش از دین مسیح هم بسیار ژرف‌تر بوده و دست و پاگیرتر بوده، برای همین سرشت عجب و غریب بشه که آخر سر اصلا دین نیست. در بخش چهارم رسیده بودیم که خب حالا اگر که مانیفست یا اون دستگاه اندیشگی نگاشته و بسامان شد، آگه رسانی از 15% 20% جامعه که الان هست از راه ماهواره و اینا شنیدن به 80% رسید، حالا گذشته از اون که مردم آخر چی انتخاب میکنم، شاید مردم اصلا شنیدن این حرفا رو گفتن ما به جای 17 رکعت میخوایم الان 200 رکعت در روز نماز بخونیم، اون مسئله خود قومه، ولی آگه رسانی به 80% رسید و در پایه سوم هم این دینامیک ویژه اسلام شکافته شد که اصلا بدونن سر کارشون با چیه. گذشته از اون همه دشواری های دیگری که در بخش دوم تو آگه رسانی باید رسانده بشه، در بخش چهارم این خواهد بود که کار به یه جایی میرسه که دیگه میلیون ها میلیون همه چی رو شنیدن میدونن و برای خودشون هم میگن من یه جورایی تصمیمم رو گرفتم، و اون بخشایی که بازسازی اندیشه خردگرا و تولیدگرا فراورشگرا رو میخوان که همون جهان نگری ایران شهری باشه، اینا باید سازماندهی و شبکه سازی بشن، چون بخش اسلامی که اون همون ساختارهای مافیایی و شبکه سازی داره در سطح ویژه خودش، اینا رو که ده ها برنامه شکافتیم که چجوری این کار رو میکنه، سر کارش میره فقط با افراد کم هوش و شبه سادیست اونا رو میگیره، اگه افرادی با هوش نسبی هم درش همکاری میکنن مشکلات روحی دیگری دارن، مثلا ترسهای مبهم دارن، ولی اکثریت پرسنلی که میگیره آدمای کم هوش و سادیست هستن، اونا رو تو شبکه‌های مافیایی سازماندهی میکنه و بعد میفته به جون دیگران که اونا رو از میان ببره، از میدان بیرون کنه و فضا رو کاملا بگیره. خب این اون شبکه سازی ایناست که اون از روز اول داشتن، از رفتن پیامبر به مدینه داشتن، اصلا به جز اونم چیز دیگری نداشتن، چون خود پیام که اینقدر زننده است برای آدم‌های باهوش و فهمیده و رو به پیش رفت که آخر تنها راهی که میمونه اینه که شما باید کم هوشا و سادیستا رو سازماندهی کنید که بریم سر باهوشا رو ببریم، این تنها راهش آخر سر، که بعد بتونیم از راه بریدن سر اونا بنشینیم سر کار، چون به خودی خود که مهتران قوم و آدمای باهوش و سازنده و تولیدی که وقتی میخونن
کهیر میزنن، یعنی از خود مانیفستش قرآن گرفته تا داستان پیغمبر اسلام که چجوری با مخالفاش برخورد میکرده، چه حرفایی میزده الاخر. بنابراین اونا شبکه سازی رو دارن، اصلا از راه شبکه سازی حمله وار آخر سر اصلا کارشون رو جلو میبرن، کار دیگه هم بلد نیستن، چون ارزش معنوی یا تئوری که نداره سخنشون. بنابراین این بخش هر چقدرم از خودش ادعا میکنه که ما از نظر نظری برتریم، از نظر رو به پیشرفت بودن برتریم، چنینیم چنانیم، از نظر اندیشه، تا هنگامی که شبکه سازی نداشته باشه که افراد خودش رو بتونه به همون شدت و حدت سازماندهی کنه که جلو اون یکی ها بیستن، آخر سر آب در هاون کویدنه. حالا این البته خوب سازماندهیش مون فرق میکنه، اون میره نمیدونم کمپوشا و سادیستا و اینا رو برمیداره، صحبت های عجیب و غریب بهشون میگه که اگه بری طرف مقابل سر ببری من میفرستمت پیش هوریا. این طرف ما آدمایی که این ور سازماندهی میشن، خب اینا یه جور دیگه ان، اینا هدفشون آدم کشتن بعد پیش هوری رفتن نیست، بلکه اینا میخوان که یک کشور صنعتی و پیشرفته توش بیاد بیرون که در خور نام ایران باشه، نام تاریخی ایران باشه، یا اصلا کلا پیشرفت و منطق در جهان جلو بره. حالا گذشته از ایران، پیام ایران شهری پیام یونیورسال بوده، پیام یونیورسال پیشرفت بوده، برای همینم بود که ابرقدرت چند قاره‌ای شده بود، برای اینکه پیامش همه جا به دل همه مینشست، پیام یونیورسال بود، پیام لوکال نبود، پیام قومی و منطقه‌ای نبود. درسته که نامی از ایران شاید توش بود به نام ایران شهری، چون خواستگاه این پیام اونجا بود، ولی پیام یونیورسال پیشرفت مکسیموم بود. به عبارت دیگر شهرام جان، بر ذهن و فکر آدمهایی که باز بودن و پذیرش اندیشه‌های منطقی رو داشتن مینشست و باعث میشد که اونها استقبال کنن، یعنی فارغ از اینکه خواستگاه ایران شهری است، ولی هر انسان اندیشه گری که تعصب رو کنار گذاشته میدید که این چیزی که باعث پیشرفت و جلو رفتن جامعه میشه، باعث افزایش فراورش میشه، باعث افزایش ثروت میشه و همچنین دادگری رو در جامعه، یعنی هر چیزی رو در جای خودش گذاشتن، اینها رو کاملا به انجام میرسونه و تضمین میکنه و طبیعتا مانند خود سرزمین ما در جاهای دیگر هم جاهایی با این فکر میتونستن سر ستیز داشته باشن که جز همون دسته کمهوش، خشمگین، سادیسمی و افسار گسیخته بودن. درسته. این سازماندهی و شبکه سازی از لایه دیگری از جامعه انجام میشه. اونا اگه کمهوشا و سادیستا هستن، این یکی ها هوشمندترها، حالا لازم نیست نابغه باشه، فقط اینقدر که هوشمند باشه که بفهمه دو تا چارتای زندگی چیه، کجا رو به پیشرفت میره، کجا رو به پسرفت میره. مال اون یکی ها به حمدالله اینقدر عقلشون کمه که حتی اینم نمیفهمن. اون تهنشین ترین لایه های جامعه رو میگیره و حالا داستانش که درازه. اینور ما لایه های فهیم تر هستند که اینا شبکه اجتماعیشون رو پس از شکست از اسلام از دست دادن، چون قبل از اینکه اسلام بیاد اینا شبکه داشتن. تمام این اصنافی که ما در روزگار ساسانی داشتیم، نمیدونم ارتشداران، موبدان، لایه تولید کنندگان در سطوح گوناگون بود، ابزارمندان بودن، دبیران بودن، دبیران. این تفلی ها همش در از کارشون مثل فرنگی ها همش سازماندهی اصناف تولیدی بود اگر راستشو بخوای. حتی به کار جنگ هم به عنوان یک کار حرفه‌ای تولیدی نگاه میکردن، یعنی میگفتن که من هدفم اینه که آموزش سوارگان نظامی رو انقدر ببرم بالا که بتونیم با یه حداقل تعداد دشمن شکست بدیم که اکثریت قوم به کارهای تولیدی بپردازن. یعنی اونجا هم حتی پروفشنالیتی و حرفه‌ای بودن رو به نهایت آسمون هفتم رسونده بودن برای دوباره یه هدف نهایی تولیدی. تمام دستگاه جامعه دستگاه تولیدی بود، اون اصنافش هدفش همش همین بود. این شبکه ها پس از اسلام به حمدالله کاملا پاشید. ما یک مقداری بخشایش در زمان صفوی بازسازی شد، یک مقداری بخشایش، شاید کمتر از 20%، ولی بقیه جامعه در حالت پراشیده و پاشیده و از هم گسسته و غیر تولیدی و مافیایی موند. و شبکه هایی که از افرادی باشن که دلشون پر از این اندیشه منطق و پیشرفت باشه، که برچستش برای ما میگیم نامش از ایران شهری،
و اینا سازمان یافته باشند و پر از اعتماد به نفس باشند و اگر لازم شد با جدیت شاه اسماعیلی جلو اون یکی ها بیستن، مؤدبانه بگم، این باید دوباره پس از 1400 سال تو این کشور پدید بیاد. در زمان مثلا دوتا پهلوی، یکم و دوم، اینا تا اندازه‌ای میخواستن این راه ها رو برن. مثلا ارتش که نوپای زمان پهلوی یکی از پایگاه های اینجور افراد بود که افراد میهن دوست و گراینده به منطق توش تولید میشد. حالا تو اون سطحی که اون کشور پس از اون همه مصیبت هزار ساله سطح فکری افرادش میکشید، با ادامه تحصیلات هم تو کشورهای فرنگی روحیشون ساخته میشد. یکی از این قطب ها اونجا بود، یکیش وزارت آموزش پرورش بود، بخش فرهنگی کشور، آموزگارا آدمای خیلی خیلی سازنده و مثبت جامعه بودن. در واقع روزگار پهلوی بدون اینکه خودش بدونه، دانسته یا نادانسته، این شبکه سازی رو حالت ملایم ادامه میداد، انجام میداد. فقط دلیل شکستش این بود که این شبکه سازی ها بار ایدئولوژیک نمیخوام بگم، بار جهان نگریستی نداشت. درست. یعنی اون آموزگارا و اون ارتشی ها نمیدونستن که آخر سر از چه جهان نگری اینا دارن دفاع میکنن یا پیروی میکنن. برای همینم وقتی که سرکله آیت الله خمینی پیدا شد و گفتش من اومدم که اصلا همه این پیشرفتا رو متلاشی کنم، کسی اصلا یادش نیافتاد که اصلا چی بگه، یه پادبرهانی چیزی. گفتن خب بالاخره امام میاد که خودش میریزه به هم هر جور که صلاح دونست. به عبارت دیگر اگر که ابزاری بود، سازوکاری بود شهرام جان، که جهان نگری ایران شهری در پیکر جامعه به ویژه در بخش هایی که میتونستن ستون های نگه دارنده کشور باشن تزریق شده بود یا بیش از آنچه که انجام شد انجام میشد، میدونم به هر حال تا اندازه ابزارش هم نبود، زمانش هم نبود، اگر این گونه بود حتی مثلا با خروج شاه فقید از ایران در دیما، قاعدتا خود سیستم، خود این شبکه‌های ایران شهری که در ارتش، در دولت، در حتی بخش‌های خصوصی بودن، وامی‌ستادن و کشور نگه می‌داشتن و از هم نمی‌پاشید که ظرف حدود یه ماه قدرت بیفته دست آخوندها و انقلابی. درسته؟ بله. البته من منظورم این نیستش که حتما پهلوی ها خیلی بیشتر از اون فرصت داشتن که کارهایی بکنن. من الان برآورد این تاریخ اینجا نمیخوام از اونا بکنم، پهلوی یکم دوم کدوم کارشون درست بود غلط بود چی بود، چون از یک منجلابی هم برخواسته بودن. منجلاب قاجار. بله. منجلاب نه هزار ساله. بله. بیچاره بابا قاجار که بالاخره مثلا شما بخشی مثلا از اون بودن. شما قاجار رو بسنجی مثلا با خلفای اموی یا نمیدونم حتی عباسی هم، هر کدوم از این شان قاجار ما برای خودشون یه دونه ایمان بزرگ مهر بوده. بزرگ مهر بودن بابا، کم دکی رو اون بیچاره ها رو. این کشور هزار سال لجنزار گذرونده بود. درست. و از اونجا برخواستن و اینا رو فرموله کردن دشوار بود. بعدم در سطح جامعه اصولا اندیشه مخرب، من واژه اینجوری نمی‌دونم، اندیشه پیشرفت ستیز، پیشرفت ستیز و عقب مانده پسند بود و آدم عقب مانده پسند اسلام، این کاملا شبکه مند بود و در ژرف‌ترین درجه جا افتاده بود. و این سازماندهی به هر حال این بار که پدید بیاد باید دیگه اونو با جدیت شاه اسماعیلی از میدان بیرون کنه. یعنی اول برخورد منطقی، ولی بعدا اگه مقاومت کرد اونجا دیگه ما همون چیزی که حقشه باید جوابشو بدیم، چون این کشور هزار سال واقعا به خاک سیاه نشسته. الان افرادی باید کارش درست انجام بدن که دیگه کار سر و ته داشته باشه و به یک فرجامی برسه و بعد از فرجام دیگه رو قلتک بیفته و دیگه مثل چارنل بره جلو. درست. فرصت همه تعارف ها دیگه گذشته. پس از اینکه این اندیشه ها به سامان شد در اون مانیفست ها و در اون آگه رسانی ها رسانده شد، عموم قوم برانگیخته شدن، شبکه ها برساخته شد، مرحله آزادسازی ساختاری میاد که البته این بخش طبیعی هم خواهد بود. شما حتی خواهید دید وقتی اون اندازه کار فکری بشه و گسترانده بشه، شما اصلا در شگفت خواهید شد که از داخل حتی خود سپاه و بسیج هم میلیون ها نفر به شما خواهند پیوست، صد هزار نفر. چون وقتی یارو وقتی که حقایق رو بفهمه و تاریخ خودش رو بفهمه، مگه مالی خولیان داره که باش مقاومت کنه؟ اون آزادسازی ساختاری در پایان خواهد اومد، به خودی خود خواهد اومد که اگه یک تا چهار انجام بشه، چون فقط یه آدمای خیلی 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 مالی خولیای دیگه، مثلا در حد مثلا آقای مثلا مادرزادی مالی خولیای
مثلا در حد مثلا لاجوردی، خلخالی، اینا ممکنه مقاومت کنن. ولی افراد رده میانه، حتی همین دستگاه رژیم حتی کنونی هم، اینا وقتی که آگاهی ها به مغزشون رخنه کنی یا سبک سنگین میکنه، دیوانه که نیست، بالاخره اون چیزی رو که شبه منطقی یا منطقی نیست اونو برمیداره. و در آخر سر اون آزادسازی ساختاری، اون مرحله فرجامین خواهد بود. در این روند کاری هم که ما اینجا مطرح میکنیم، میبینیم که فرق داره مثلا با پیشنهادهایی که کنشگرای سیاسی دارن. مال اونا استیج 1-4 وجود نداره، اونا یه راست میرن سراغ آزادسازی ساختاری. درست. که این مسئله کنشگرای سیاسیه و دستگاهی که اونا پیشنهاد میکنن یا چیزایی که اونا صلاح میدونن. در بخش فرهنگی پایه 1-4 سنگینی 95% داره. پایه 5% تعارف آخره فقط دیگه. در اروپا شمالی هم آخر سر همین گونه بود. اول اون 1-4 به شدت انجام شد، از لوتر تا جنگای 30 ساله. البته خود اون آزادسازی ساختاری که به جنگای 30 ساله انجامی چیز خیلی بسیار بسیار سختی بود، ولی توی مغزها دیگه کلیک کرده بود، اصلا تموم شده بود. درست. جنگ هم میومد نمیومد، هر جوری میومد اون بخش اروپای شمالی راه خودش رو میخواست بره. این بخش 1-4 خیلی مهمه. بخش پنجم البته اگر اومد و برخورد از سوی آدم خورا انجام شد، خب اون موقع باید با همون جدیت شاه اسماعیلی حقش بذاره کف دستش، چون اینجا آینده تمام کشور دیگه روی بازیه. در حقیقت هست و نیستش، و اینی که از این 1000 سال لجنزار برخیزه. من برای این که روشن بشه که این 5 تا استیج چجوری کار میکنن، 5 تا مرحله گامه، اینجا من با بخش مانیفست ایران شهری آغاز میکنم که مرحله 1 بود که آقا این ایران شهری ها یا این هواداران اندیشه منطق و پیشرفت با مثلا بنیاد نظری ایرانی کلاسیک، اینا چی میخوان؟ اینا توی مانیفستشون چی تقریبا باید حرف حسابشون چیست؟ حرف حسابشون چیست؟ اینا باید فرموله کنن، وگرنه همش حقیقت آرزو و نوستالژی خواهد بود. الان چقدر زمان داریم شاهین جان؟ 22 دقیقه داریم. بسیار خوب. این مانیفست ایران شهری یه پکیجیه که یه سبدیه، و این سبد هم قرار نیستش که 27 تا کتاب 1300 صفحه‌ای بشه که فقط دو تا پروفسور آخر سر در سطح جهان بدونن چی به چیه، بلکه یه جوری باید باشه که همه افراد با علاقه و با هوش میانگین به بالا از دیپلم به اونور بتونن دریابن، پشتش بیستن، تبلیغش کنن، ازش دفاع کنن. ولی در این سبد باید یه بخشش باید تاریخ تحلیلی، تاریخ واکافتی که ایران باشه پیش و پس از اسلام، در سطحی که همون دیپلمه خوش علاقه و حتی شاید باهوش میانگین بتونه همه رو دریابه، با گوشت و پوست و سخون دریابه، سبک سنگین کنه و ببین آها اینه اون اونه. در این تاریخ واکافتی که پیش و پس از اسلام، اول شکافته میشه که آقا این ایران کلاسیک و اون جهان نگری ویژش، جهان نگری ایران شهری، این چگونه پدید اومد توی گذار تاریخ، که این چه میدونم یه مردمی بودن، مردم داشتیم، بعد آریایی ها اومدن یه افکار ویژه‌ای رو با خودشون آوردن، به ویژه سخت کوشی رو با خودشون آوردن، این نگاه ویژه‌ای به اندیشه فرد باوری رو با خودشون آوردن، علاقه زیاد به حل مشکلات سخت رو با خودشون، اونه چیزه بود که در قوم آریایی بود. زرتشت هم اومده بود و اینا رو سیغل داده بود و 3-4 تا اصلا بهش افزوده بود، مثلا قداست یا مرکزیت پیشرفت، مسئله پیشرفت، پیشرفت بالای همه چیز، در حقیقت پیشرفت مادی و معنوی بالای همه چیز در همین جهان، و من با حیثی از این دست. از معجون اینها اون اندیشه ایران شهری تقریبا در زمان هخامنشی یا سرشتش ریخته شده بود، و در پس از اومدن هلنیسم، یعنی با اسکندر که اندیشه فلسفه یونانی هم اومد
و بعد پخته تر شد، چون ایرانیا باید با وقتی که هنگامی که به فلسفه هم ابزارمند شدن، فلسفه مدل یونانی، حالا خودشون هم انچه فلسفی داشتن در ساخت معبداشون، داستانش درازه، ما کلاس تاریخ نداریم، ولی وقتی که ابزارمندترم شد این دیگه پخت و صیقل خورد و در زمان ساسانیا دیگه به تا اون زمان اوج فعلا ساخت فکریش رسید. درست. که اینو باید یه حالت سادش رو هر ایرانی باید بدونه که میخواد نام خودش رو ایرانی بذاره، آقا این چی شد اصلا، این ایران شهر اصلا چجوری پدید اومد. و پس از اینم که پدید اومد، توی اون دورانی که پیش از اسلام کار میکرد چجوری کار میکرد، این تاریخ واکافتی که ایران پیش از اسلامه، و پس از اینکه اسلام اومد اولا چجوری از اسلام شکست خورد، که این شکست وارون اون چیزی که هواداران الله در ایران بعدن گستروندن، که به خاطر این بود که نمیدونم این بلکه بس که نمیدونم تقسیمات طبقاتی بود، خسته شده بودن فلان، اسلام اومد اینا رو چیز کرد، برابر کرد، بسامان کرد، از این افسانه ها نبوده. دلایل ویژه نظامی داشته در یه وضعیت ضعف و سازماندهی 100,000 نفری اونا. مدل شکست رو باید بشناسن، پس از اون باید بدونن که چجوری ایران بدن چرخ گوشت شد، یعنی اینکه پس از شکست نظامیش که اینا چیرگی اجتماعی به دست آوردن با کمک داغ و درفش و شکنجه دائمی، چجوری ایرانی ها رو دگرسازی کردن توی یه جور زندان و شکنجه دائمی 400 ساله. این فرایند رو باید بدونن. پس از اینکه تموم شدن و مأموریتشون به پایان رسید، از سده پنجم هجری به این ور، در حقیقت با سلجوقی ها یک ایران کاملا درمانده، انظر روحی درمانده فراز آمده بود، که دیگه با حالت عادی داشت میرفت به سوی همون که در آینده جهان سوم باشه. اون چیزی که صفوی ها اومدن اونجا که ناکام بودن و یا کامیاب بودن، چون خود صفوی ها بچه های روزگار اسلام بودن، مدل آدم کشی های عجب و غریبشون، خشونت هاشون، اینو باید بتونن، ایرانی باید بتونه تقریبا بفهمه که اینا تو چه منجلابی برآمدن و آخر سر کارکردشون اصلا چی بود، کدوم بخشش یه چیزی برای ایران نگه داشت یا افزایش داد و کدوم بخشش دیگه خودش غلط خورده در همون روح اسلام بود. تا چه اندازه هم تقصیر اصلا خودشون بود، تا چه اندازه نبود. مثلا من میبینم تو این کامنت های زیر برنامه ها این نام مثلا شاه اسماعیل و اون صفویا که میاد، من همیشه اشاره میکنم به همت شاه اسماعیل، افراد از خشم ناراحت میشن، اینجوری چه شخون میبینن که آقا اینا که تیم آدمخوار داشتن، چنین داشتن، چنان داشتن، اینا اصلا بساط تعصب رو اینا چنین افزایش دادن و فلان. اینا فراموش میکنن که شاه اسماعیل که خسرو انوشیروان نبوده که بیچاره. مگه شاه اسماعیل تو دربار تیزفون با نمیدونم موبدا و فیلسوفا اینا بزرگ شده بوده؟ اصلا مگه پس از اینکه ایران چرخ گوش شد از سده پنجم هجری به اینور، اصلا مگه جای دیگه بود که آدم با فیلسوف و موبد بزرگ بشه؟ نه، که اصلا بدونه چی به چیه. و اینه که این مرد که از همون باطلاق برآمده بوده و با روش های اون باطلاق هم فقط میشناخت، روش جهان اسلام هم فقط هراس انگیزیه، و این اومده و در حقیقت یه کار کرده، در حقیقت ابهت اسلام رو تو ایران خورد خاک شیر کرده. یعنی وقتی که اسلام یعنی تسنن، اسلامی تسنن، اسلام کلاسیک اصلی واقعی، و این اومده و به مهترانشون هر چی خواسته درشت گفته، حالا گذشته که درشت گفتن کار جالب نیست، ولی فضای فحاشی که اینا درست کرده بودن که به ایرانی‌ها همش میگفتن نجس و آتش پرست، اینم به ایرانی‌ها یاد داد که تو داخل ترمینولوژی خودون هر چی از دهنشون درمیاد به اصول خودشون بگن. و بعدم یاد داد که میشه اینا رو گرفت و فکشون رو خورد کرد. حالا این فک خورد کردن با تیم آدمخوارم بوده، با کارهای عجب غریب بوده، این دیگه چیزی بوده که اسلام تو ایران پید. ما این وقتی از تو این باطلاق آدمخوارا شما برمیای، مگه جز روش های اینجوری هم دیگه بلدی اون موقع؟ از اثر مگه میکنه توی همچین باطلاقی؟ درست. هر کسی تو ایران دیده که مثلا در ایران اسلامی در مناطق ببیشه مثلا فقیر نشین، وقتی یک کسی اونجا با منطق برخورد میکنه یا میخواد مشکلات با منطق حل کنه، معمولا همیشه بازنده است تون کوچه یا برزن. درست. چون فضایی که پدمه فضای چاوکشیه. به شاه اسماعیل گفت آقا شما چاوکشی یاد دادید به ایرونی ها،
یا ببخشید بر سر اینو آوردید، داره با چاوکشی خورد کردید، من چنان براتون چاقو میکشم که مادرتون به عزاتون بنشین همتون، و فکشون رو خورد کرد. این موضوع، موضوع میزان همت. من خود من با اینکه انسان بسیار رعوف و نازک دلی هستم، من این رک میگم با شرایط تاریخی که برای ایران مونده بود، از اون 800 سال لجنی که قبلش گذشته بود، اگه من در زمان شاه اسماعیل میزیستم، این بابا بلند میشد و من میدیدم که خب دیگه سطح شعورش همینه دیگه، ما که خسرو انوشیروان که نمیشه انتظار داشت که الان از جای بیاد، و این میگه من واسه خورد کردن اون یکی در این فضای تاریخی اون روز، نه امروز، اون روز تیم آدمخوار لازم دارم، من خودم میپیوستم، میگفتم علا اصلاحات فقط بفرمایید با چای شیرین یا دوغ آبلی. این یک مطلبیه که هممیهنان مسائل تاریخی رو در نظر نمیگیرن. مثلا من دیدم که وقتی برم میگردم مثلا روزگار پهلوی رو میخوان در نظر بگیرن یا بررسی کنن، همش انتظاراتی از پهلوی دارن که از دولت سوئیس دارن. یعنی همین اسیمتری، همین ناهمگونی و ناهمسازی، ناسازی در توانسته های اون زمان و انتظاراتی که هممیهنان رو به پهلوی دارن، خیلی هاشون دانشمندترشون رو به صفوی هم دارن، خب مدل شدیدتر اون موقع این ناهمگونی پدید میاد. مطلبی که گفتی من یاد یک اتفاقی افتاد در هنگامی که ناصرالدین شاه ترور شد توسط میرزا رضا کرمانی و دستگیر کردن رضا کرمانی رو، بعد اونجا نظمیه‌ای که به اصطلاح ازش استنتاق میکردن، بازجویی میکردن، چون اینا نوشته شده و سندش هست، خیلی بازجویی جالبیه، بهش میگه چیکار کردی؟ میگه رفتم استانبول، برگشتم سید جمال رو دیدم، اومدم نمیدونم بدبختم کردن، زنم رو ازم گرفتن، زمینم از من گرفتن، اومدم شکایت کنم، این بلا سرم اومد. و خلاصه داشت شرایط خیلی بد اون موقع رو میگفت. بعد گفت که خب تصمیم گرفتم بیام سلطان رو بکشم. گفت خب این ستمی که تو داری صحبت چی میکنی حاکم کرمان کرده بود یا مثلا کامران میرزا کرده بود، تو چرا اومدی شاه شهید رو کشتی؟ منظورش ناصرالدین شاهه. و او گفت که به خاطر اینکه از ستم دیگه درمانده بودم. بعد اون افسری که داره ازش بازجویی میکنه میگه که فکر نکردی کدوم انوشیروان دادگر پشت دروازه تهران سراغ داشتی که پس از مرگ سلطان بیاد جای اون بشینه؟ خب پس از اونم مظفرالدین شاه میاد و محمد علی شاه میاد و برای همون جریانه. یعنی باید نگاه کرد ببینیم که تو چه بستری شما توقع داری که یه کار شسته رفته و تمیز انسانی شیک مناسب صورت بگیره. خب نبوده دیگه. حالا همین هم به هر حال اون چیزی بوده که تونسته غیر مستقیم، منظورم صفوی است، استقلال ایران رو برگردونه، هرچند که با در حقیقت نهادینه کردن شیعه دوازده امامی در ایران از نظر فکری خب یک تخریب دوبلم ایران رو کرده، و این به هر حال آمدن روحانیت شیعه از لبنان و بعدن پا گرفتن همچین مفهومی در ایران، هنوز که هنوز ما انقلاب اسلامی و پس از اون درگیرشیم، ولی باید همیشه به نظرم رخدادهای تاریخی رو تو بستر خودش با توجه به ابزار و امکانات خودش بررسی کرد و داوری کرد. حالا این داستانش درازه. کلن این که آیا آمدن تشیع به ایران اون چیزی که دیگه تو عقل اونا اون زمان میگنجید، من عرض کردم شاه اسماعیل نه خودش خسرو انوشیروان بود، نه به عنوان ارتش شوالیه های شطرنج باز ساسانی دستش بودن، شطرنج باز و چنگ زن و اینم هم موسیقی و شطرنج کار وقت آزاد اون شوالیه بود. این با همین ترکای بکتاشی و آدمکش و اینا در حقیقت فقط این کار رو اینجا جلو میبرد. به کی میخواست رفرانس بده؟ کدوم سپاه، کدوم آدم فهیم؟ مگه چیزی مونده بود تو اون مملکت بعد از 800 سال آدمکشی و آدمخواری و فلان؟ مگه چیزی از همه مونده بود؟ ولی مطلب اینه که از داخل همون منجلاب اون چیزی رو که جا انداخت، تمام امکانات آزادی روحی و استقلال ملی رو به ایران آینده داد. شاه اسماعیل خبر نداشت که دیگه 500 سال بعدش در زمان پهلوی وقتی که اینا میان و از همون امکانات ایران شیعه استفاده میکنه، یعنی کارهایی که یه شاه شیعه در ایران میتونست بکنه در کشور سنی انجام پذیر هیچ وقت نبود. درست. و میزان استقلال روحی ایرانی‌ها مثلا مقابل سنی ها فرق میکرد. همین شیعه رو حالا ما بعد یه موقع در موردش صحبت میکنیم و تو سرش میزنن. بله شیعه از اسلام به ارث برده، خیلی جهات مشکلی که با اندیشه منطقی و علمی داره
هست از همون به حمدالله از اسلام به ارث برده، ولی مشکلات شیعه 40% اسلام کلاسیکه. اسلام کلاسیک داعشه، اسلام کلاسیک وهابی هستن، شیعه یک زهر اسلام توش رفته، ولی خیلی جاها آزادی فکری رو بیشتر مجاز میدونه، ولی ما اینجا کارمون نیست. اصل مطلب اینه که آخر پهلوی وقتی خود پادشاه کشور و مهترانش کشور به اون سادگی ول کردن و رفتن و سپردن به این پیرمرد روانپریش آدمکش، این دیگه تقصیر شاه اسماعیل نیست. اون لحظه که 500 سال قبلش میخواد یه لجنزاری رو بخوش کنه، اون گامای اول رو ور میداره، بعدن افراد بر بنیاد اون گاما دیگه تا کجا میرن دیگه مسئله خودشونه. ولی ما الان سر این بحث رو باز نکنیم. میخواستم فقط بگم که بله، کنار اون مسئله ایران پیش از اسلام، اینی که چجوری این اندیشه ایران شهری از توش اومد بیرون و چه اثراتی در تاریخ بشر گذاشت، چجوری ما از اسلام شکست خوردیم، چجوری چرخه گوش شدیم، من استرجای گوناگونی که باید اون شخص که من گفتم بدونه، چگونه ما ایران شهری شدیم، ایران شهری چه اثراتی داشت، چگونه ما از اسلام شکست خوردیم، اسلام چه اثراتی داشت، میشه اینجوری کرد چهار بند. و بعد ما با صفوی چگونه نیمه استقلال به دست آوردیم یا 65% استقلال فکری هر قومینا به دست آوردیم، و اینی که ما چجوری بعدن رسیدیم الان به این استیج نهایی که توش به سر میبریم، یه بعد از صفویه و 400 سال کشاکش خیلی سخت با درون خود اسلام، ولی بعد از اینکه ایرانی‌ها یه استقلال روحی به دست آوردن، ایرانی های پس از صفویه ایرانی های پیش از صفویه نیستن، اینا یه چیزهای دیگری هستن. در حقیقت با خود شاه اسماعیل آغاز شد که وقتی ازش میپرسیدن چرا نام بچهات آتش پرستی میذاری، اونم میگه تو ربطی نداره. و یا وقتی باش صحبت میکردن که خب حالا میخوای به عنوان امام ادامه بدی یا به عنوان مرشد اعظم یا به عنوان خلیفه، علیه خلیفه دروغین عثمانی، این میگفت به عنوان شاهنشاه، یعنی لقب آتش پرستی قدیم در حقیقت. پس از او دیگه هیچ وقت ایران ایران قبل از او نشد. ما بعد از شاه اسماعیل در حقیقت وارد یک کشاکش 500 ساله بازپسگیری نهایی کشور شدیم که پهلوی ها به ویژه پهلوی دوم، ولی تا اندازه‌ای هم اول، بر این باور بودن که با تا اندازه تعارف از کنار اصل مشکل گذشتن باید کشور به ساحل پیشرفت رسوند، بدون اینکه خود اصل داستان دارم بگه و آلرژی پدید بیاره. پس از اینکه امام راحل سر کلش پیدا شد و اینا موفق شدن که اون بخشای الله پرست و خلوچل و مالی خولیایی جامعه رو که 15% بودن سازماندهی کنن برای نابود کردن ایران، و موفق شدن چون دولت قبلی جلوشون درست و با سیستم نایستاد، تمام این پروسه از شاه اسماعیل به این ور، یعنی آزادسازی نهایی کشور، دیگه به فاینال استیجش رسیده و توی آینده تمام این درگیری ها به رکترین حالت و با برهنه ترین حالت و آشکارترین حالت و بی‌تعارف‌ترین حالت انجام خواهد شد. منظور من بی‌ادبانه نیست، منظور من اینه که فقط که تعارف در کار نخواهد بود. به عبارتی شهرام، الان ما در نقطه‌ای از تاریخ ایران جای گرفتیم که میتونه نقطه چرخش باشه. یعنی در کسایی که با ریاضی کار میکنن چیزی به نام نقطه عطف داریم که منحنی که رو به نزوله میره رو به صعود یا برعکس، وقتی که رو به بالاست میاد رو به پایین، اونو میگن نقطه عطف. ما میتونیم الان اگر درست عمل بکنیم نقطه عطف ایران رو در حقیقت شاهد بشیم، درسته؟ درسته. و از اون جایی که خود فرنگ رو به فروپاشی داره میره در این 30 سال گذشته، اونم دلایل دراز داره که اصلا تو کار ما الان اینجا نمی گنجه که چی شد فرنگی ها عقلشون رو از دست دادن، چی شد فرنگی ها که پس از لوتر خداوندگاران نقش ریزی و همت و منطق بودن، از سالای اواخر 80 اوایل 90 میلادی راه خلوچلی رو دارن میرن و چه آینده‌ای در انتظارشون خواهد بود، به ویژه پس از اینکه درهای کشورشون رو باز کردن رو به مهاجرین مسلمان. بعد الان به ویژه الان که فرنگ خودش نابود کردن خودش رو تصمیم گرفته، حالا تاریخی که پدید اومد داستانش درازه، برخی از امپراتوری‌ها بعدن خودشون یه موقعی نابود میکنن، مسئولیتش با ما نیست.
اگه ایران این چرخشگاهش رو درست انجام بده، یعنی بی تعارف و تا ته انجام بده، همون نقشی رو بازی خواهد کرد که اروپا شمالی پس از لوتر. یعنی موضوع دیگه یه خورده خودمون رو برسونیم اینا نخواهد بود، بلکه موضوع این خواهد بود که خواهد شد کشور شماره یک مسلط بر جهان اقتصاد و علم. من برای این کوچکترین شکی ندارم با اون انرژی خشن تولیدی و علمگرایی که در همون جهان نگری ایران شهری کلاسیک بوده، اگه مدل مدرن و فلسفیش الان جایگزین بشه، ما از این لجنزار 1400 سال منطقی بیایم بیرون و تا ته شسته بشه، یعنی هیچی ازش نمونه، در روزگار بعدش من حاضرم اینو ضمانت کتبی بدم که دیگه موضوع پیشرفت کردن و رسیدن و اینا نخواهد بود، بلکه تحکم خواهد کرد بر جهان صنعتی و علمی تمام جهان رو از غرب آسیا. من کتبی ضمانت میدم. جان چقدر وقت مونده؟ اگر که ممکنه اینجا متوقفش کنیم شرم جان، از اشتراک در بیاریم، یکی دو نکته رو باید مطرح کنیم. یه نکته این که به پوشش دوست ارجمندمون در جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی، آروین هادریان در اروپا یک کتابی فراهم شده از آموزه‌های قرآنی و در حقیقت تحلیل کوتاهی به هر کدوم از آیه ها یا آموزه ها شده. آروین اینو به صورت پی دی اف آماده کرده در اختیار همیهنانی که علاقه مندن قرار بده. همیهنانی که دوست دارن این فایل رو دریافت کنن میتونن برن به تارنمای جنبش رنسانس ایرانی، یعنی iranianrenaissance.com iranianrenaissance.com پیام بذارن، ایمیلشون رو بذارن و حتماً آروین این کتاب رو به صورت پی دی اف در اختیارشون قرار میده. مطلب دیگر برمیگرده به سخنی که با شهرام جان داشتیم در پیوند با همیاری و خیشکاری، همیاری به این حرکت، حرکت بازپسگیری اسلام از ایران، ایران از اسلام و بازسازی ایران شهری. ما نیاز داریم که همیهنان خیشکاری خودشون رو بدونن. ما نمیتوانیم صرفا بیننده یک اتفاق بزرگ، یک رخداد سترگ در تاریخ کشور باشیم. هر کدوم میتونیم تا جایی که برامون شدنیست و توجه به ابزار و امکاناتی که داریم یک کمکی باشیم و یک در حقیقت نقشی بازی کنیم توی این فرایند بسیار بسیار مهم و درخشان. کسی میتواند میآید، انرژی میذاره، کاری میکنه، زمان میگذاره، مطالعه میکنه، میکوشه که بر پایه اون خوانده ها و داشته ها نسخه و راهکار ارائه کنه. کسی دیگری میاد اونها رو پخش میکنه، کسی دیگری میاد اونها رو میخونه و به دیگران منتقل میکنه، دست هموطناش میرسونه و یکی میاد یک کلیپ آموزشی درست میکنه در این باره، یکی میاد دو تا پوستر درست میکنه در این باره. هر کی باید یه گوشه ای از کار رو بگیره. ما این اخلاق اسلامی است که در ما رسوخ کرده که منتظریم بنشینیم عده‌ای کاری بکنن و ما حداکثر براشون یک احسن و آفرین نثار کنیم. این روش ایرانی نیست، این اصلا نگاه ایرانی نیست. ما به هر حال توی جای جای وجودمون متاسفانه همچنان که شهرام گفت تو این 1000 تا 1400 سال گذشته چیزهایی اومده که برای ما قبلا ضد ارزش بوده. کشوری که مردمش اعتقاد به تولید، اعتقاد به سازندگی و آبادگری داشتن، امروز بخش بزرگی از نیروهای انسانیش به دنبال کار واسطه‌گری و دلالی هستن. حتی اگر کارو بخواد به طور قانونی انجام بدن، این کار یک کار نکوهش شده، سرزنش شده از نگاه ایرانی بوده همیشه. برای همین است که مثلا شما میبینید به کشاورزان در ایران پیش از اسلام اهمیت بسیاری میدادن و بازرگانی در اهمیت خیلی خیلی پایین تری قرار داشت. امروز باز بازرگانی که خوبه، دلالی شده کاری که خیلی بهش گرایش دارن و اگه دست پیدا کنن حتما دوست دارن انجام بدن و کار تولید صنعتی، تولید کشاورزی، معادن و مسائل دیگر رو کار آدم‌های نادانی میدونن که برای درآوردن پول زحمت میکشن. از این گونه نگاه‌های ناجور تو ذهن ما هست و یکشم در ارتباط با این است که اگر یک کارزاری هست
برای اینکه ما دوباره از نو ایرانی بشیم. این کارزار هر کسی مطمئنم میتواند به نوعی همراهی کنه اگر باوری داره. وقتی شما میبینید که یه خانقای را میفته و یه نفر اونجا مراده و عده بمون مرید میرن برای حضرت آقا پول میدن، امکانات میدن، اینا اون ایجاد قدرت میکنه برای اون فرد و اون میتواند که بماند و نیرومندتر هم بمانه. ولی وقتی جریانات خرابگرا میشن تو جامعه ایرانی، چون اون بار ایمانی ازش کاسته میشه و متاسفانه با بار جهان‌نگری زندگی ساز ایرانی همراه نشده، افراد یه حالت ستروند و یه حالت تماشاگری پیدا میکنه. تو این زمینه شرم جان اگه مطلب میخواد بیافزایی بیافزایی، چون به هر حال خودت لحن گرمتری تو این زمینه داری. نه موضوع لحن گرم نیست، موضوع همینه که من درک میکنم که ایرانی ها 1400 سال پیش خب یه شکست خیلی سختی خوردن و چرخ گوش شدن و برای همیشه متلاشی شدن. پس از اینکه متلاشی شدن، به این حالت متلاشی خودشون هم خوی گرفتن و اون ایرانیایی شدن که ما امروز میبینیم. یعنی توی این حالت متلاشی بودن دیگه جا خوش کردن، که این وسط هم من عرض کردم فقط از صفویه به این ور یه برشی پدید اومد، یه جست و خیزی انجام شد، ولی اون روحیه ملی اونجوری که کامل باید هیچ وقت بازسازی نشد و ببیشه با ارزش‌های کلاسیک قبل از اسلام هیچ وقت مجهز نشد. اینا من درک میکنم که این قوم مصرفی شده، مثل خود مسلمونی شده، در حقیقت رو به قبله دراز شده، کاراش فقط همین منتظره که در تقسیم غنایم فقط شرکت کنه و حراف شده مثل رجزخانی در حقیقت اسلامی عربی، همه این بدآموزی ها رو کرده و اینجوری شده. ولی یک نقطه‌ای میرسه که شخص میگه که من میخوام بیماریمو پایان بدم و از اونجاست که مسئولیت آغاز میشه. یعنی مثل یک کسی که الکلی بوده میخواد دیگه ننوشه، نمیدونم معتاد بوده دیگه میخواد از فردا تندرست و ورزشکار بشه، ناگاه بوده میخواد از فردا رو به دانش روی بیاره، اصلا دانشمند بشه، اراده رو که وقتی میکنه از فرداش مسئولیت گریبانگیرشه و این مسئولیت ببیشه برای ایرانیا خیلی سنگینی میکنه، چون این قوم جایگاهش اونی که الان هست نبوده، زشت این جایگاهی که الان داره هزار سال داره. این باید دگرگون و بازسازی بشه و در این راستا افراد باید از هر گونه کمکی تو هر سطحی دریغ نکنن، به ویژه اون کسایی که خودشون انباز نیستن در زمینه کمک مادی، که دست طراحان و دست انبازندگان رو به شدت باز کنن و نیرو ببخشن و تا حد امکان واقعا این داستان باید سرشار بشه. اینو باید یاد بگیرن. من بار پیشم عرض کردم همراه با کنترل، کسی که نهایت کمک مادی رو هم میکنه میتونه بعدش بپرسه چی شد، کجا رفت، چه پروژه رو پیش برد، دقیقاً چگونه. ولی این مسئله از دور نشستن و منتظر تقسیم غنایم موندن مثل لاشخور فقط میشه گفت در حقیقت، که ما در فرهنگ اسلامی آموختیم در این هزار سال، حالا گاهی هم خودمون رفتیم همراه سرم بریدیم، ولی آخر سر مسئله فقط همون تقسیم غنایم بوده، هدف تولیدی یا ساختاری یا همت توش نبوده. این باید به پایان برسه، وگرنه من عرض کردم بار پیشم گفتم من هیچ مشکلی با این ندارم که ایران در نهایت چیز فروخفتگی بمونه، مثلا شاید آینده اصلا تجزیه هم بشه، مثل که برنامه‌شون دارن می‌ریزن. این به خود مردم، به خود تک تک ایرانی ها بستگی داره، که وقتی میبینن اون برنامه هایی رو از کسایی رو که میبینن اون شخص کننده این کار یا اون گروه کننده این کار هستن، من برم و اونجا سرمایه گذاری کنم و کمکشون کنم، ببینم تا اونجا که دست کم بازخورد کارشون به نظر منطقی میاد. هرچی منطقی تر بود کمک بیشتر بیشتر بیشتر، تا موقعی که دیگه ناراضی نبودم میرم یه جای بهتری پیدا میکنم اونو جلو میبرم. ولی مسئله اصلی منشأ اثر بودن توی این مأموریت بزرگ تاریخیه و نگاه کردن از کنار یه گناه نابخشودنیه. کاملا سپاسگزارم. همیهنان دوباره تاکید میکنم کسانی که امکانات مالی دارن یا میتوانن امکانات مالی از فرزندشون، از اقوامشون، از دوستانشون بگیرن، تشویق کنن برای اینکه به این کارزار ملی کمک مالی برسونن. ما کارهای بزرگی داریم، پروژه های بزرگی داریم و داریم از خود مجموعه دوستانی که در جنبش رنسانس هستن میخواهیم که تو این زمینه همراهی بکنن، ولی باید این شعار خیلی گسترده تر باشه و شمار بیشتری رو در بر بگیره. به تارنمای جنبش لطفاً برید iranianrenaissance.com
دوباره تکرار میکنم iranianrenaissance.com و اونجا هم میتوانید با کارت اعتباری کردیت کارت و یا با پیپل پرداخت بکنید. جنبش رنسانس ایرانی متولیش بنیاد رنسانس ایرانی است که ثبت شده در امریکاست، بنیاد غیر انتفاعی 501c3ه. بنابراین کمک های شما شامل معافیت مالیاتی هم میشه. هر سال هم یه بیلانی از آنچه که دریافت شده و هزینه شده در تارنمای جنبش گذاشته میشه. بگذارید هر کسی در یه سنگر باشه، یکی در سنگر کوشش و مطالعه، یکی در سنگر پخش و گسترش پیام و یکی هم پشت صحنه بتواند که مهمات برسونه و سوخت برسونه به این ماشینی که حرکت کرده و سوخت رسانه باعث میشه که شتاب بیشتری بگیره. ما همه در جنبش رنسانس داریم داوطلبانه کار میکنیم و هممون هم از زمان خودمون گذاشتیم و دوستانی که در هیئت امنا هستن و خیلی ها که حتی تو هیئت امنا نیستن از هزینه از جیب شخصی خودشون هم پولهای قابل ملاحظه‌ای تو این سالها هزینه کردن. اگر باوری به این راه دارید لطفاً بی‌تفاوت نمونید. بسیار سپاسگزارم از توجهتون و شرم سپاس بسیار. بدرود تا فرصت دیگر.